رقابت‌های سخت و نفسگیر ورزشکاران کرکت ولایت بلخ که برای نمایش توانایی‌ها به منظور گزینش به تیم منتخب بلخ رقابت می‌کنند. این رقابت‌ها برای تشویق جوانان رشد و گزینش چهره‌های برتر این ورزش با حضور ده تیم برگزار شده است. لس کلبونو ترمنز د بلخ شاروالی ده د بلخ د مزار شاروالی ده او نور شخصی ټیمونه دي دا لوبه منګه پلاره چولې دي د دې مخه دا ده چې منګه ګریډ 2 لوب وتا خه لوبغاړي را پیدا کړو نو ار کال دا انټر کلب کرکټ بورډ پلاره چا او مخه هم دا یوازې نه هم دا چې نوې ځوانان راشي او د ګریډ 2 لپاره کوالیفایو کې اول تخ پرفورمنس کوي. اما آنچه که بیشتر از هر مورد سبب نگرانی ورزشکاران است، نبود میدان معیاری و برنامه‌های حمایتی از آنان شده است. کرکت بازان ولایت بلخ که برای فراهمسازی میدان مناسب تاکید دارند، میگویند در صورتی که آنان حمایت شوند، می توانند چهره‌های برتر را به تیم ملی معرفی کنند. نو کرکټ بورډ نن دا ډېر په جدي خواهش کوو چې موږ دې لوبغاړي ته ډېر په جدن سره توجه وکړي او چې څومره زر په دې باندې کار شروع کولی شي کار شروع کړي او ښه داسې په یو نړیوال معیار دغه ځای راته جوړ کړي. اما مسئولان کرکت ولایت بلخ از تلاش ها جهت رسیدگی به مشکلات ورزشکاران و ایجاد سهولت های مناسب برای آنان سخن میگویند. مسئول کرکت ولایت بلخ میگویند قرار است کار ساخت میدان معیاری کرکت تکمیل و مورد استفاده قرار گیرد. شاءالله به زودترین فرصت کار میدان دوباره آغاز میگردد که ما امرای ریاست اقتصاد هم در تماس هستیم و از امرای کابل به تماس هست امرای مرکز. انشاءالله وعده کردن که به زودترین فرصت پس دوباره کار میدان آغاز میشه. انشاءالله دیگه انشاءالله ما شما مشکل نمی داشته باشیم که والا گست هاوس نداریم و پروفیشنل امپایر نداریم. کلی جزا انشاءالله همی تشکیل میه بخیر. انشاءالله اکسیدم معیاری و خوبش داشته می باشیم داینده. تنها ورزشکاران کرکت نیستند که از نبود فرصت های مناسب ورزشی شکایت میکنند، بلکه سایر ورزشکاران نیز همواره از نبود برنامه‌های حمایتی شکایت کردند.